با سلام و درود فراوان خدمت بینندگان عزیز سباشو، ویلکام تو سباشو. خوش اومدید به شوی سبا. سباشو شوی زنده است و در تو مسائل و مشکلات زنده جامعه انسانی و جهانی از شهر ونکوور، یعنی بهترین شهر کانادا، با شما در تماس دائمی و همیشگیه. یه خبر خیلی عالی و خوش برای شما بینندگان عزیز در سراسر دنیا دارم. این خبر مستنده، توی نیوز اومده و خیلی عالیه این خبر. این خبر رو حتما گوش کنید با تمامی وجودتون و اگر دوست داشتید شیر کنید، به دیگران اطلاع بدید و با من تماس بگیرید. 604-862-2349. که با هر قطره اشکت منم که زیر و رو میشم همیشه صادر. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، به زودی سری برنامه ها رو میخواییم از شهر زیبای ونکوور با شما عزیزان شروع کنیم و شما رو دعوت میکنم به همکاری. درود بر شما آقای حسن حقی، ممنونم که به من انرژی خوب میدی، مرسی. دست گل درد نکنه. ویلکام تو سباشو. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خبر خیلی عالی و خوش براتون دارم. این خبر به زبون انگلیسیه، برای شما این خبر رو میذارم، سعی میکنم یه قسمتهایش رو برای شما ترجمه کنم. این خبر رو حتما نگاه کنید در رابطه با یعنی یه سری درمان جدید تو دنیا از طریق سلول‌های بنیادی. من شما دعوت میکنم به همکاری. ما که دنیای زندگی میکنیم که دنیا خیلی کوچیکه، زیر همین دکمه‌های موبایلمونه و میتونیم با هم دیگه تماس خیلی خوب انسانی داشته باشیم تو زمینه‌های مختلف. ولی متاسفانه توی دنیایی که داریم زندگی می‌کنیم با همه چیز داره بیزینس میشه، حتی بیماری‌های مردم، بیماری آدمایی که ناتوان، ضعیف، به دست دکترها و بیمارستان‌ها می‌افتن. ولی از اونجایی که در دنیا یکی از بیزینس‌های مهم یعنی بزرگ دنیا داروسازیه، یه سری حقایق رو به مردم نمیگن یا مردم ازش اطلاع ندارن. توی این برنامه‌ای که توی یک شنبه صبح به وقت ونکوور یعنی ساعت 9:48 دقیقه با شما در تماس هستم، میخوام یه خبر خیلی عالی و خوش رو به شما بدم و این خبر من فکر میکنم میتونه یه امید خیلی خوبی به شما و کسان دیگه بده. و اما حالا اون خبر رو براتون میذارم، نگاه کنید، ببینید و دوست داشتید شیر کنید، با دیگران در میون بذارید. این خبر خیلی مهمه. بله این خبری که هست الان براتون من میذارم، نگاه کنید، به زبون انگلیسیه، از طریق به اصطلاح یکی از این شبکه‌های تلویزیونی پخش شده. لطف کنید این خبر رو نگاه کنید و گوش کنید و اینقدر این خبر گویا هست که شما حتما متوجه خواهید شد. بله We are going to hear from a man who was singled out and asked to put his future in the hands of a hopeful experiment to become the first patient in this country to receive those highly debated embryonic stem cells. بله، دوستان عزیز و بینندگان گرامی، برای اولین باری در این کشور داره به اصطلاح از طریق استم سل یه سری درمونی قرار میگیره، یعنی عملی قرار میگیره روی کمره کسی که الان شما توی ویدیو میبینید و این عمل بسیار موفقیت آمیز بود. در حقیقت عمل نیستش، فقط تزریق میکنن سلولای بنیادی رو توی قسمتی از بدن. حالا شما خودتون نگاه کنید. Why was he selected and what is he feeling tonight? He has decided to speak out and Steve Osunsami has the story.
It was the dream of Christopher Reeve, the Superman who fought so hard for embryonic stem cell therapy but never lived to receive it. Today, TJ Atchison hopes he's living that dream. He used to run like the wind. Then he was paralyzed in a devastating car accident. I realized I couldn't feel from about here down. Okay, I'm paralyzed. And when you they said got that there, to yourself? Right. When I got to the hospital, they said that I would never walk again. بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، همون که ملاحظه می‌فرمایید وقتی به هسپتال میره، بیمارستان میره، هسپتال بهشون به این دوستمون میگن که آره شما برای تا آخر عمرت هیچ راه حلی برای شما نداریم، ولی ادامه فیلمو نگاه کنید. Jay was still accepting the news when doctors told him he'd be a great candidate. He was newly injured just days before, his body strong, his will even stronger. TJ agreed to be a laboratory of hope. The first human with a spinal cord injury to test human embryonic stem cells. How monumental would you describe, you know, what we're doing here? We want to cure paralysis. We want to stop spinal cord injury. How incredible would that be? Doctors opened his wound and researchers guided a needle, injecting a few drops with 2 million of these wondrous all-purpose cells that they hope will transform into new nerve cells. بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، یکی از بینندگانمون تقاضا کردن که من این به اصطلاح فیلم رو ترجمه کنم. بله، همچون که تا حالا متوجه شدید فکر کنم خود فیلم خیلی خوب توضیح میده، تصادف میکنه، کمرش به اصطلاح مشکل پیدا میکنه، دکترش میگه آره هیچ کاری نمیتونیم براتون بکنیم، ولی توی دنیا یک جایی هستن که از طریق استم سل میگن، به اینجا توی ایران میگن سلولای بنیادی. در ضمن دوستان عزیز و بینندگان گرامی باید خدمتتون عرض کنم که توی ایران سلولای بنیادی خیلی بیشتر از شاید شهری که ما داریم زندگی میکنیم، یعنی کانادای ونکوور در روش کار میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم توی کلونا 5 ساعتی با اتومبیل به شهر ونکوور، اونجا این سلولای بنیادی روش کار میکنن، ولی تو ونکوور این داستان رو ندارن، این عمل رو ندارن. و سال گذشته 2016 به اصطلاح نخست وزیر جدید کانادا ترودو 20 میلیون به آتاوا داد که اینا یه مقداری بتونن بیشتر تحقیقات خودشون رو در رابطه با سلولای بنیادی شروع بکنن. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، سلولای بنیادی سلولایی هستن که همون بهش میگن اون سلولای مادرز جین، میتونن 229 سلول متفاوت رو توی بدن تولید کنن و دو به شدت حیرت انگیز میتونن خودشون رو تکثیر کنن و قسمت های مختلف بدن رو میتونن بازسازی کنن. شما حالا ادامه این فیلم رو تماشا بفرمایین. And refire his central nervous system. In the laboratory, they've used embryonic stem cells to repair the broken spinal cords of small animals that walked again. The stem cells have the potential to produce unlimited quantities of any type of cell. TJ's mother says she knows that people oppose the therapy on religious grounds, but thinks they're unreasonable. There are some people who are against it, but until they've been put in that position, I don't think they should judge anybody. آیا اشکای شوق و شادی رو توی چهره مادر این به اصطلاح فرزند میبینید؟ دوستان عزیز و بینندگان گرامی، زبا شو یه شویه که پر از انرژی، میخواد به شما انرژی امید بده. ما جایی رو باز کردیم مجازی به اسم Yes Cure Hope Center. دوست داریم به شما امید بدیم تو زمینه‌های مختلف و امیدهای واهی خیالی بیزینسی بازاری نیستش. من با یه کسایی در تماس هستم که دارن روی آیبوگن کار میکنن یا اکسیژن تراپی کار میکنن، سلولای بنیادی کار میکنن، یا حتی نمیدونم چقدر با این واژه نورو فیدبک آشنا باشید. چون من دارم روی انرژی کار میکنم الان، از طریق به اصطلاح انرژی درمانی مطابق به شکل علمیش دارن یه سری از بیماری های بخصوص روحی رو، یعنی دیپریشن های خیلی شدید رو معالجه میکنن و این درمانشون کاملا جدید، آلترنتیو توی دنیا. ولی داشتم به این فکر میکردم که این مسئله خدمتون عرض کنم. اولین کاری که هموطنان عزیز ما یا کسایی دیگه میکنن، حرف بیمارستان ها رو گوش میکنن. باید با شجاعت هرچی بیشتر خدمتون عرض کنم دوستان عزیز و بینندگان گرامی، الان اکثر بیمارستان ها وابسته به داروسازان هستن. اونا سعی میکنن شما رو ببندن به بمباران دارو،
پینکیلرهای متفاوت، برای اینکه رو اون دارن پول میسازن و یک جنگی بین کسایی که این روش‌های جدید رو آوردن با روش‌های قدیمی. یعنی الان با MLS لیزر تراپی میتونن یک سری از دردهای بدن رو از بین ببرن و دیگه جراحی نکنن، ولی متاسفانه به خیلی ها اطلاعات رو نمیدن. یعنی باید بدن، یعنی یه نفر که به خاطر جونش به بیمارستان به دکتر مراجعه میکنه، اولین وظیفه‌ای که یک دکتر باید داشته باشه اینه که اون رو در رابطه با درمان‌های متفاوت در رابطه با این بیماری مطلع بکنه. ولی متاسفانه چون توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم با همه چیز بازی میشه، این کار رو نمیکنن. این ادامه این فیلم رو نگاه کنید. Role was only to prove the procedure is safe, but he believes it's already working. And like right now, I can feel that the hair's being pulled on my leg. It's now 6 months after the procedure, and he says he can feel a sense of weight. بعد از استمسل in his lap, he can feel something, and it feels incredible. Just kind of rubbing deep in there, and I can feel my that there's something there. He's holding out hope that one day again, he'll run like the wind. Steve Osinsani, ABC News, Chatham, Alabama. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من اومدم فقط این خبر خیلی خوشو خدمت شما بینندگان عزیز بدم و برم. بله، ولی بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، سباشوی شوی زنده است. خوش امیدوارم که از این خبر خوشتون اومده باشه. توی خونه نشسته بودم، گفتم یک شنبه ها معمولا برای خیلی ها خیلی کسل کننده است، بیام یه تماسی با شما بگیرم، یه خبر خیلی خوش بهتون بدم. شاید تمامی روزتون این رو این خبر بسازه و میسازه. روز منو ساخت، یه انرژی خیلی خوب گرفتم برای زندگی خیلی بهتر. دوست عزیز میشه بله خبر جدیدی من ندارم. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، با شما خداحافظی میکنم و به زودی یه سری برنامه های جدید و جدی ما شروع خواهد شد. که با هر قطره عشقت منم که زیر و رو میشم، همیشه ساده رنجیدی، همیشه سخت بخشیدی، تو رو میبخشم این لحظه، شاید بازم منو دیدی.